سلام یک شنبه 15 آبان ش نوامبر 2011 میلادی ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل مسافرت برنامه با کیفیت نازل تری خدمتون ارائه میشه الان البته عروسی یک پسر یکی از دوستانم هست در مسافرت هستم ولی طی چند روز آینده هم به دلیل فعالیت هایی که این روزها در جریان و مسئولیت که گردن بنده هم گذاشتن در ارتباط با کار عمومی که برای حرکت سیاسی مجموعه نیروها در نظر گرفته شده احتمالا باز هم سفرهای بیشتری خواهم داشت که پیشا پیش از همه شما عذرخواهی خواهی میکن. در مورد ده موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول بیانیه 36 سی زندانی سیاسی از زندانهای اوین در جای شهر و خوزستانه که در اون خیلی دقیق و روشن تحلیل کردند از اینکه دولت فعلی تبدیل به فاسدترین دولت در صد سال اخیر و بلکه همیشه تاریخ شده تعنی روشنی به آقای خامنه ای در این بیانیه زدن که سرپوش میگذاره بر مفاسد و سراحتا این زندانیان سیاسی عزیز ما اعلام کردند که اگر انتخابات سالم و آزاد برگزار بشه یک بار چه همه باید شرکت کنیم ولی در حال حاضر شرایط انتخابات آزاد مهیا نیست احزاب تعطیل شدن مطبوعات تعطیل شدن و فضای امنیتی و سرکوب حاکم و هشدار دادن که در چنین شرایطی هم باید مراقب ایجاد تفرقه باشیم و در واقع یک بارچه شرکت نکنیم از نظر من شاید مهمترین نکته این بیانیه این این است که به خوبی نشون میده زندانیان سیاسی عزیز ما از تیف های مختلف با گرایش های مختلف و عقاید مختلف چگونه حول یک خواست روشن برگزاری آزادی انتخابات آزاد و نفی دیکتاتوری کنار همدیگه قرار گرفتن و حرکت کردن این قابل توجه کسانی است که دائما تبلیغ میکنند ایرانی ها نمیتونن با هم کار بکنند یا دعوا درست میکنند یا فکر میکنند که همواره با هم دعوا میکنند کاملا نشون میده که راهگشایی این عزیزان زندانیان سیاسی ما درسته و چگونه در واقع با هر گرایش و هر عقیده و هر باوری میتوان حول خواست نفی دیکتاتوری و برگزاری انتخابات آزاد و نهایتا استقرار دموکراسی در کشور اتحاد بین نیروها و همدوشی و همراهی ایجاد کرد نکته دوم این که 24 کارگردان و سینماگر از سراسر جهان رسما از جشنواره فیلم حقیقت در ایران انصراف دادند به خاطر پشتیبانی از مستندسازان ایرانی که در زندان هستند و اعتراض به احکام زندان جعفر پناهی و محمد رسولوف نکته سوم اینکه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران احزار شدند بازجویی شدند و به اونها فشار آوردند که جلسات شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل نشه این فشارها بر جبهه ملی و دستگیری تنی چند از رهبران و فعالینش که روزهای گذشته خبرش رو دادیم برای این است که جبهه ملی اخیرا در یک بیانیه روشن تحلیلی از وضعیت اقتصادی سیاسی کشور و تباهی ها داده بود حمید خادم عضو دفتر پجوش های جبه ملی هم که به چهار سال زندان محکوم شده راهی بند 350 زندان اوین شد برای تحمل حبس خودش نکته چهارم اینکه که جاوید اکرمی دانش آموز اهل سنت لارستان فارس که مسئولیت اداره یک انجمن خیریه رو که به بیماران و دانشجویان کمک میکنه بر عهده داره همینطور از فعالین دفاع از رفع تبعیض از اهل سنت ایران هستش هفتاد روز پیش بازداشت شده و جز یک تلفن یک دقیقه هیچ خبر دیگه از او در دست نیست نکته پنجم اینکه شرکت تراورس که به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود یعنی همون عامل اختلاس بزرگ و یکی از بزرگترین شرکت های راه آهن هست که وظیفه خطیر مراقبت و رسیدگی به خطوط آهن رو به عهده داره معلوم شده که حقوق کارگرانش از بین دو ماه تا یازده ماه در سراسر سر کشور پرداخت نشده همینطور حق بازنشستگی کارگران حق کارفرما هم نزدیک به دو سال پرداخت نشده کارگرها تهدید کردند که اگر رسیدگی نشه به وضعشون با توجه به اینکه کار خطیری را هم در حفظ صحت و سلامت خطوط راهن به دارند اما چاره نخواهند داشت جز اینکه کار رو به زمین بگذارند دادستانی حساب های شرکت امیر منصور آریا و همطور شرکت تراورس رو مسدود کرده به دلیل پرونده اختلاس بزرگ اما قرار شده راه مستقیما حقوق کارگران رو بپردازه که تا الان خبری از اون نیست نکته ششم این که بازیکنان تیم ملوان هم معلوم شده که حقوق بازی در فصل گذشته خودشون رو هنوز دریافت نکردن و تهدید کردند که اگر بهشون پرداخت نشه حقوق معوقشون اونها هم دست به اعتصاب خواهند زد نکته هفتم اینکه آقای احمدی نژاد در صحبتی که برای اعضای ستات انتخاباتیش در دو انتخابات گذشته داشته و دائما داره بخش های مختلفیش در روزنامه های ایران و وبسایت ها منتشر میشه از جمله وبسایت دولت ما مسئله هفت هزار میلیارد تومان اختلاس برادران لاریجانی رو مطرح کرده که مبتنی است بر اینکه بیش از هفت هزار هکتار زمین رو در واقع به زور به قصف تصرف کردن برادران لاریجانی که با احتساب قیمت روز آقای احمدی نژاد معتقد است که ارزش هفت هزار میلیارد تومنی داره همینطور در این صحبت آقای احمدی نژاد مطرح کرده که این مسئله ورود زنان به استودیوم های ورزشی رو آقای خامنه ای به او گفته بوده برو بگو ولی وقتی که دیده سر و صدا بلند شده در واقع شونه خالی کرده و گفته فعلا مطرح کردن این موضوع برای کشور اولویت نداره و مسئله اصلی ما نیست نکته هشتم این که در این هفته گزارش آژانس بین انرژی اتمی تسلیم شورای حکام متشکل از 35 عضوش میشه ولی بخش از این گزارش پیشاپیش منتشر و مطرح شده از جمله اینکه به موجب این گزارش ایران مدل رایانه‌ای کلاهک هسته‌ای رو ساخت کلاهک هسته‌ای رو به, به ساخته و روی اون کار کرده یا اینکه عکس ماهواره‌ای نشون بده که در مجتمع پارچین محفظه های بزرگ فولادی ساختن که برای آزمایش های انفجار هسته ای به کار میره و همینطور هم کار روی ساخت کلیدهای های و وصل و ساخت در واقع ماشه هسته ای در ایران انجام شده اینها همه از مواردی است که حرکت به سمت کاربری نظامی رو نشون میده آقای علی اکبر صالحی در صحبتی عنوان کرده که مرگ یک بار شیون یک بار آژانس هر چی داره منتشر کنه ولی پیشا چیشون پیش گفته که آنچه آژانس میگه پایه و اساسی نداره نکته نهم این که خبر حمله اسرائیل به ایران تقریبا در 24 ساعت گذشته به صدر اخبار سیاسی دنیا آمده آقای شیمون رئیس جمهور اسرائیل مطرح کرده که جامعه بین المللی همینک برای حل مسئله هسته ای ایران به گزینه نظامی نزدیکتر شده و آقای یهود باراک هم در مصاحبه با بی بی سی عنوان کرده هر روزی که میگذره حمله نظامی به حمله نظامی نزدیکتر میشه برحال اخبار حول هوش درگیری نظامی با ایران این روزها شدت گرفتیم و اما نکته آخر اینکه من میخواستم از همه دوستانی که چه در سایت بالاترین چه در دهها وبلاگ وبسایت همینطور ایمیل هایی که برای خود من فرستادند یا از طریق وبسایت من ابراز محبت کردن صمیمانه تشکر بکنم و بگم که به من واقعا خجالت دادن من و همه دوستان ممنون همگان هستم و این مسئولیت رو سنگینتر میکنه به اینکه که برنامه ای رو که بیش از سی میلیون نفر آدم نگاه میکردن به نوعی از جایی بتونیم ادامش بدیم که بعضی دوستان به چون گفتن به من بگو خدمت چون قول میدم که به هر صورت این برنامه رو نگذاریم که تعطیل بشه و به هیچ وجه هم نمیتونیم هم مسائلی که در شرایط حاضر و خطرهایی که ایران رو تهدید میکنه داریم داریم معطل مدیریت وی او ای بشیم که هر روز یک جوری داره کار میکنه و به نظرم میرسه که حداقل عزم جزمی برای برخورد با حکومت ایران در این مدیریت دیده نمیشه کار ما خطیرتر و تر از اینه و بنابراین باید بتونیم که اقدامات سریعتری رو بکنیم در خدمت شما هم هستم اندکی سب سحر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران